انسان از وقتی که با مفهوم قدرت آشنا شده و برای خودش کنش سیاسی تعریف کرده، دست به ترور هم زده. ترور واژه‌ای فرانسویه و معنیش میشه هراس افکندن. در واقع ترور چه به شکل کلاسیکش که معمولاً قدرتمندان رو نشونه می گرفته، تا مفهوم مدرنش که بعد از انقلاب فرانسه شکل گرفته و تمام افراد جامعه رو تهدید می کرده، تا بعدها که تروریسم دولتی هم پا گرفت، یک نتیجه قطعی داشت. چی بود؟ ایجاد ترس. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت پادکست مورخ، قبل از شروع منبع این قسمت رو معرفی کنم. کتاب برج فرازان نوشته خانم باربارا تاکمن. تو این کتاب به دوره ای از تاریخ پرداخته خانم تاکمن که خودش اسمش رو گذاشته قرن وحشتناک بیستم. حالا بریم در دل تاریخ. خب، ما چند قسمت پیش از ناصرالدین شاه قاجار گفتیم و از ترورش صحبت کردیم. تروری که در تاریخ معاصر کشور ما به نوعی یک نقطه عطف بود. چرا این رو مطرح کردم؟ یک، این که اگر ندیدید یا نشنیدید حتما این کار رو بکنید. دو، در اتاق فکر پادکست مورخ به این نتیجه رسیدیم که از اینجا به بعد در مسیر مورخ هر از چندی بریم سراغ یکی از ترورهای مهم تاریخ. در طول تاریخ ترورهای تأثیرگذار زیادی اتفاق افتاده که روی سرنوشت بخش بزرگی از آدمهای هم نسلش یا حتی نسلهای بعدش هم تأثیر گذاشته. یکی از مهمترین اونها احتمالاً ترور آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد پادشاهی اتریش مجارستان بود. چرا؟ باعث راه افتادن جنگ جهانی اول و به تبعش جنگ جهانی دوم شد. ما در قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم فکر می‌کنم بیش از 10 قسمت در این باره مفصل صحبت کردیم. نتیجه پیش و پس از این ترور هم خیلی دیگه از رهبران مهم دنیا توسط سازوکار ترور از صحنه روزگار حذف شدند که خیلی از این ترورها دامنه تأثیرگذاری بسیار گسترده‌ای داشته. بنابراین هر از چندی خواهیم پرداخت به پرونده ترور. شاید میان ترورهای تاریخ، ترور رئیس جمهورهای آمریکا همیشه تأثیرگذار بوده و بیشترشون هم نقطه عطفی در تاریخ قرن 19 و بعد قرن 20 محسوب میشن. در طول تاریخ آمریکا 4 رئیس جمهور این کشور ترور شدند. 2 از این ترورها به قدری معروف هستند که احتمالاً خیلی از مخاطبهای مورخ داستان اونها رو شنیدند. اولی ترور ابراهام لینکلن، 16 رئیس جمهور آمریکا بود، کسی که اعلامیه آزادی بردگان رو امضا کرد و به سیاه پوستان حق رأی داد و همین باعث شد توسط یکی از مخالفینش ترور بشه. دومین ترور معروف از میان رئیس جمهورهای آمریکا مربوط میشه به جان اف کندی، JFK معروف، که هنوز که هنوزه ترورش یک رازه و شایعات در رابطه با آمرین قتل کندی از سازمان سیا تا مافیا و کاگبه و موساد و لابی صهیونیسم و کوبا و معاون رئیس جمهور و برخی جنرال‌های ارتش آمریکا گسترده است. جیمز ابرام گارفیلد هم رئیس جمهور دیگر آمریکا بود که با مرگ بر اثر ترور از کاخ سفید کنار رفت.
اون 19 رئیس جمهور آمریکا بود و نابغه ریاضی هم بود و دوران نچندان ملتهبی رو سپری می کرد که ناگهان در ایستگاه راه آهن شهر واشنگتن در 1881 میلادی توسط یک وکیل همحزبیش به نام چارلز جی گیتو که مالی خولیایی شده بود و فکر می کرد حقشه که سفیر آمریکا در شیلی بشه و نشده، ترور شد. این ترور به اندازه دو ترور قبلی که راجبش صحبت کردیم مشهور نشد، همونطور که داستان چهارمین رئیس جمهوری که میخواییم در این قسمت بریم سراغش هم چندان در سطح جهان شنیده نشده. ابتدا برای ما بنویسید الان آیا چهارمین نفر رو اسمش رو شنیدید؟ چهارمین ترور و چهارمین رئیس جمهور آمریکا برعکس ترور گارفیلد ترور تأثیرگذاری داشت. ما سعی کردیم کاری متفاوت بکنیم، البته این ترور رو از چند زاویه بررسی میکنیم، از زاویه دید قربانی ترور، بعد زاویه دید تروریست و بعد زاویه یک کارگردان مبتکر سینما و بعد از اون زاویه دید تئوریسین این ترور و در نهایت زاویه دید یک روانشناس، همینطور به یکی از ایدئولوژی هایی که این سبک ترورها رو توجیه میکنه هم خواهیم پرداخت. وقتی که ویلیام مکنلی 25 رئیس جمهور آمریکا در 1901 میلادی ترور شد، نویسنده زندگی نامه اون نوشت محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا درگذشت. این البته ادعای اغراق شده ایه، ولی خب مکنلی در دوران خودش یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای آمریکا تا اون زمان بود، هرچند در طول قرن 20 کم کم از محبوبیتش کم شد. این کهنه سرباز جنگ داخلی آمریکا در 1897 به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات شرکت کرد و به قدرت رسید. البته وعده‌های اقتصادی راست گرایانه و حمایت کم نظیر یک سرمایه‌دار به نام مارک هانا باعث شد در رقابت‌های انتخاباتی جریانات چپ گرا از همون اول با ایشون مشکل داشته باشد. اما سیاست‌های رشد سریع اقتصادی که آقای مکنلی وعده داده بود به سرعت پاسخ داد، رونق اقتصادی خیلی سریع ظهور کرد و این اتفاق به یکی از عوامل محبوبیت ایشون تبدیل شد. اما عامل مهمتر محبوبیت مکنلی دستاوردهای نظامیش بود. مکنلی تنها نظامی بود که وقتی وارد ارتش شد درجه سرباز 0 داشت، ولی تونست بالاترین مدال شجاعت رو دریافت کنه. ایشون در همون 2 اول ریاست جمهوریش با اسپانیا وارد جنگ شد و تونست خیلی راحت شکستش بده و پورتوریکو، گوام، فلیپین، کوبا و هاوایی رو تصاحب کنه که کشورگشایی مهمی محسوب شد. فضای انتخاباتی دور دوم در سال 1900 که فرا رسید، مکنلی در اوج محبوبیت بود. دموکرات ها که اون زمان برخلاف امروز راستگراتر از جمهوری خواه ها به حساب می اومدن، می دونستن به این راحتی نمی تونن شکست بدن ایشون رو. پس کمپینی راه انداختند و غیر مستقیم گفتن که آقای مکنلی برده سرمایه‌داری اوریانه. در همین حال اعتصابات کارگری که برای سالها با حضور احزاب چپگیرا فعال بود مجدداً اوج گرفت و کارگران معدن زغال سنگ در پنسیلوانیا دست به اعتصاب زدند.
مطالبه اونها که دستمزد بیشتر و ساعت کار کمتر بود مورد توجه عموم قرار گرفت و دولت ایالات متحده رو تحت فشار قرار داد. سیاه‌پوستا هم که در دور اول از مک‌کنلی حمایت کرده بودند حالا مخالفش شده بودند و کار رو برای حزب جمهوری خواه سخت کرده بودند. اما مک‌کنلی برگ آسی رو کرد و این بار با همراهی تئودور روزولت پا به عرصه رقابت گذاشت. روزولت ستاره نوظهور حزب جمهوری خواه بود، معاون وزیر نیروی دریایی و فرماندار نیویورک شده بود و شخصیت محبوبی هم بود البته، کمان که بعد از مک‌کنلی که به ریاست جمهوری رسید از نظر میزان محبوبیت بالاتر از ایشون ایستاد و به یکی از جنجالی ترین رئیس جمهوری های تاریخ آمریکا هم تبدیل شد. اگر یادتون باشه ما در قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی اول در رابطه با تئودور روزولت صحبت کردیم با هم. به هر حال با این ترکیب جمهوری خواهان باز هم انتخابات رو بردن و مک‌کنلی برای بار دوم به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. آقای مک‌کنلی رفتارهای پوپولیستی موفقی داشت، یعنی خوب میدونست چطور عوام رو شیفته خودش کنه و برای پیشبرد این دست از سیاستهاش به وفور در بین مردم حاضر میشد و سخنرانی میکرد و با مردم گپ میزد و مثلا ترجیح میداد با قطار عمومی سفر کنه ایشون. از اون طرف چند وقتی بود که پروتکل‌های حفاظتی رهبران کشورهای غربی سفت و سخت تر شده بود. چرا؟ چون یه مجموعه ای از ترورها در اروپا رخ داده بود و به همین دلیل مک‌کنلی هم باید کمتر دیگه میون مردم حاضر میشد. اما اون دلش میخواست جشنهای پیروزی در انتخاباتش رو با مردم سهیم بشه. بنابراین حضورهای عمومیش رو کم کرد اما کاملا قطع نکرد. ششم سپتامبر 1901 میلادی، پرزیدنت مک‌کنلی برای خوش آمدگویی به مردمی که در شهر بوفالو به نمایشگاه ملی و تجاری پان امریکن اومده بودند حاضر شد. در حال رفتن به سمت کنسرت این نمایشگاه بود که دو گلوله از فاصله نزدیک شکمش رو پاره کرد. پرزیدنت 8 روز بعد درگذشت. آنارشیسم، ایدئولوژی که مک‌کنلی رو به کام مرگ کشوند. سوال، این آنارشیسم چی هست؟ یه تعریف رایج از آنارشیسم وجود داره که هم مارکسیست ها ازش استفاده می کنند و هم راستگراها و لیبرال ها. گفته میشه آنارشیسم یعنی هرج و مرج طلبی. البته این تعریف درستی از مفهوم آنارشیسم نیست. آنارشیسم در واقع مخالف حکومته. حالا هر حکومتی، آنارشیست ها با هر سلسله مراتبی و هر انحصاری در قدرت مخالفند. مدل های حکومتی آنارشیستی ابتدای تاریخ وجود داشته که در اون نوعی همیاری و همکاری عمومی به رفع نیاز انسان ها کمک می کرده. یعنی روندشون این شکلی بوده. این مدل ها مطلوب آنارشیست های امروزی هم هست. در سالهای آخر قرن 19 جنبش آنارشیسم در اوج خودش بود. جنبش آنارشیسم در سرتاسر دنیا طرفدارهایی پیدا کرده بود و ترور که اصلی ترین ابزار آنارشیست ها برای حذف حاکمانه در جهان غرب به اوج خودش رسیده بود. در 1889 میلادی الیزابت ملکه پادشاهی اتریش مجارستان توسط یک آنارشیست ایتالیایی ترور شد و سال 1890 میلادی امبرتو یکم پادشاه ایتالیا توسط یک آنارشیست آمریکایی ترور شد. چه خبر بوده؟
خبر ترور پادشاهی ایتالیا تمام روزنامه‌های دنیا رو فتح کرد و یه تیکه روزنامه که این خبر ترور توش نوشته شده بود به عزیزترین دارایی یک آدمی به اسم لئون چلگوش تبدیل شد. لئون چلگوش یه مرد لهستانی تبار بود که حتی هر شب قبل از خوابیدن هم این تیکه از روزنامه رو میخوند و اینطوری خوابش میبرد. یا همچین لالایی طور بود براش عملاً. چلگوش 28 ساله بود، لاغر و ریزه میزه، با چشمهای آبی کمرنگ. از وقتی مریض شده بود کمتر روی صورت سردش خبری از لبخند دیده میشد. لئون روشن فکر خانواده کارگر پیشه خودش بود، یعنی همه اعضای خانواده کارگر بودند که صبح تا شب کار میکردند و یک زندگی کارگری معمولی داشتند، اما اون بیشتر از بقیهشون اهل مطالعه و کتاب بود. لئون چلگوش برای 8 سال دوران بیماریش رو با کتاب خوندن پر کرده بود. وقتی لئون 20 ساله بود کارگر یک کارخانه فلزکاری بود که طی اعتصابات سوسیالیستی کارگرهای کارخانه از کارش اخراج شده بود و بعد از اون به گفته برادرش در خودش فرو رفته بود. خانوادهش اون رو پیش کشیش کاتولیک محل می بردند بلکه درمان بشه، ولی نتیجهش این شد که لئون چلگوش دست از دین و مذهب هم کشید و رسماً آتئیست شد، یعنی خدا ناباور. لئون زاده آمریکا بود ولی تونست با یه گروهی از کارگرای لهستانی دوست بشه، گروهی که مدام بین عقاید سوسیالیستی و آنارشیستی در رفت آمد بودن. از 1898 و با سرکوب و شکست اعتصابات کارگری بیماری لئون چلگوش به اوج خودش رسید. اون دیگه حاضر نبود سر کار بره و با هیچ کس هم ارتباطی برقرار نمی کرد و فقط تو خونه می شست و روزنامه فری سوسایتی، ارگان یا رسانه رسمی آنارشیست های شیکاگو رو می خوند و شیفته یکی از رهبران این گروه به اسم خانوم اما گلدمن شده بود و تنها برای حضور پای منبرهای سخنرانی های گلدمن حاضر بود از خونه در بیاد. لئون چند بار هم تونسته بود به گلدمن نزدیک بشه و ازش خواسته بود چند تا کتاب بهش معرفی کنه. یه روز هم موفق شد بره شیکاگو و منزل ناشر نشریه فری سوسایتی رو پیدا کنه، بره اونجا با اما گلدمن مشهور دیدار کنه. تو این دیدار لئون چلگوش خودش رو هیچ کس معرفی کرده بود. گلدمن که خیلی فرصت صحبت با هیچ کس رو نداشت، تو مسیر حرکت به سمت ایستگاه قطار لئون رو به چند تا از آنارشیست ها معرفی کرد و گفت این پسر از سوسیالیست ها بریده و خوبه که جذبش کنیم. اما انزوا و پرسشگری عجیب غریبش راجع به شبکه آنارشیست ها و احترامش به پرچم آمریکا باعث شد که رفقای آنارشیستش بهش شک کنن و یک اعلامیه در نشریه فری سوسایتی چاپ کنن و به اعضا بگن آقا مراقب جاسوسی باشیم که بینمون نفوذ کرده. آنارشیست ها به هیچ پرچمی احترام نمیذارن. پرچم ها نماد حکومت هاست. چه معنی میده اصلا احترام به پرچم از نظر اونها؟ لئون ولی به پرچم آمریکا احترام گذاشته بود و همین باعث شده بود تا آنارشیست ها بهش مشکوک بشن و در نهایت علیهش اعلامیه منتشر کنند. این اعلامیه روز 1 سپتامبر منتشر شد ولی فقط 5 روز بعد مشخص شد که ادعای اعلامیه درست نبوده. چرا؟ لئون چلگوش 6 سپتامبر 1901 رئیس جمهور آمریکا را ترور کرد. تا
ترور پرزیدنت حسابی سر و صدا به پا کرد. وقتی اعترافات چلگوش منتشر شد و معلوم شد اون هیچ پشیمونی از رفتارش نداره، رعب و وحشت در بین اقشار مختلف آمریکا به راه افتاد. چلگوش گفته بود من رئیس جمهور رو کشتم چون اون دشمن مردم خوب بود. مردم خوب کارگر، من از ارتکاب این جرم متاسف نیستم. متاسفم که نتونستم پدرم رو ببینم. اون خودش رو حامی اما گلدمن معرفی کرده بود و گفته بود وقتی اما می گفت همه فرمان روایان باید به قتل برسند، طوری به فکر فرو می رفتم که سرم می خواست از شدت درد منفجر بشه. لئون در جمع خبرنگاران گفته بود خیلی خوبه که ما رئیس جمهور نداشته باشیم. من یک آنارشیست هستم. من به انتخابات اعتقاد ندارم و برخلاف اصول ماست. من به ازدواج هم معتقد نیستم. روابط زن و مرد هم باید آزاد باشه. ادوین پورتر از اولین کارگردانهای مبتکر سینما که با استودیوی فیلمسازی توماس ادیسون کار میکرد، یک مجموعه مستند صامت در رابطه با ترور پرزیدنت مک‌کنلی ساخت. پورتر از مقامات زندان خواست که بذارن از صحنه اعدام چلگوش فیلم برداری کنه که این اجازه بهش داده نشد. پورتر اما از تمام حواشی اعدام چلگوش فیلم برداری کرد و صحنه اعدام با صندلی برقی رو هم بر اساس روایت یکی از شاهدان عینی بازسازی کرد و برای اولین بار در تاریخ سینما تدوین تداومی انجام داد، به گونه‌ای که مخاطبان متوجه نمی‌شدند که صحنه‌های فیلم در واقع در امتداد هم نیستند. پخش این فیلم هم تأثیر کم نظیری روی جامعه آمریکا داشت. اما بریم سراغ اما گلدمن و نگاه اون رو به ترور بررسی کنیم. هوادارانش بهش لقب امای سرخ داده بودند و مخالفانش هم مجنون سکسی و خطرناکترین زن آمریکا بهش لقب داده بودند. گلدمن روس و یهودی بود و خودش به آمریکا مهاجرت کرده بود. چرا؟ چون فکر میکرد آمریکا برای پیشبرد آرمان آنارشیسم محیطی بهتر است. اون برای سالها تبدیل به یکی از محرک‌های خشونت آنارشیست‌ها شده بود و در جنبش کارگری خشونتبار 1893 نقش پررنگی داشت. ولی با شروع قرن جدید انگار نظرات گلدمن هم تلطیف شده بود. صحبت اون درباره اینکه خشونت فردی خیلی ثمر بخش نیست و تأکید بیش از حدش روی آزادی جنسی حسابی سر و صدا کرده بود و تو این فضا بود که چلگوش لهستانی الاصل اعلام کرد من تحت تأثیر گلدمن هستم و همین آدم رئیس جمهور آمریکا رو ترور کرده بود. آنارشیست ها و جنبش های کارگری با تروری که چلگوش انجام داده بود مخالف بودند و اون رو محکوم کرده بودند. ولی اما گلدمن در روز اعدام چلگوش مدیحه‌ای در رابطه با اقدام اون نوشت و در نشریه فری سوسایتی چاپ کرد و اینطوری با سایر آنارشیست ها به اختلاف جدی خورد. یعنی مقاله مفصل نوشت اما گلدمن و از لئون حسابی تعریف کرد و عمل اون رو ستایش کرد. گلدمن در ابتدای مقاله بلندش نوشته بود هرگز پیش از این در تاریخ دولت‌ها صدای شلیک تفنگی، مردم از خود راضی، بی تفاوت، خرسند و سست را مانند شلیک لئون چلگوش که ویلیام مک‌کنلی رئیس جمهور پادشاهان پول و قول‌های تراست یا کسب و کار این کشور را از پای افکند به بهت و ترس و وحشت نینداخته است.
اما گلدمن برای مدتی به زندان افتاد. سالها برای آرمانش مبارزه کرد و در نهایت در 1918 از آمریکا اخراج شد. به روسیه برگشت و از انقلاب بلشویکی 1917 حمایت کرد و بعد هم با اون انقلاب به مشکل خورد دوباره و در نهایت در 1940 در تبعیدگاهش در تورنتوی کانادا و در 71 سالگی درگذشت. اون مثل عموم آنارشیست هایی که دست به ترور و آدم کشی زدند، از نظر سواد و فهم خیلی از لئون چولگوش بالاتر بود، اما عملی که چولگوش انجام داد از لحاظ تأثیر گذاری بسیار بالاتر از بقیه بود. مورد چولگوش به قدری اهمیت داشت که پرونده‌ها و روایت‌های مربوط بهش تا سال‌ها مورد بررسی بسیاری از روانپزشکان در سرتاسر دنیا هم قرار گرفت. مثلا دکتر والتر چنینگ بیماری توهمی قطعی رو به چولگوش نسبت داد. توهمی که باعث میشه آدم فکر کنه باید جون خودش رو در راه آرمانش بده. حالا این آرمان میخواد خدا، میهن، آزادی، آنارشیسم یا هر ایدئولوژی دیگه ای باشه. دکتر چنینگ عنوان کرد که این بیمارها به قصد یک خودکشی غیر مستقیم این کارو میکنند و دوست دارن خودشون رو شهید قلمداد کنن و برای همینه که همه اونها به تنهایی دست به ترور میزنن. هیچ وقت از ابزارهای پنهان مثل سم و زهر استفاده نمیکنند و در ملأ عام نقششون رو عملی میکنن و در نهایت بعد از ترور از صحنه فرار نمیکنند. قرن بیستم با یک ترور پر سر و صدا شروع شد و کم کم تبدیل به خونبارترین قرن تاریخ شد. از شروع قرن بیستم تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم و سالهای قرن 21 رو به سرعت طی میکنیم، ترور هم گسترده تر شده، سازمان یافته تر شده و بسیار بیشتر از قبل به ابزاری در دست دستگاه‌های فکری مختلف و ساختارهای سیاسی متنوع تبدیل شده. وقتی در تاریخ کشور خودمون هم نازکشیم، ترورهای بسیاری میبینیم. میبینیم که در دوره‌های تعداد ترورها بسیار افزایش پیدا کرده و هرچی هم به جلو حرکت میکنیم، این ترورها سازمان یافته تر و مدرن تر میشه. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.